کنگره جهانی معماران مدرن یا سیام بریم که باهاش بیشتر آشنا بشیم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم و این بار برگشتم با یه قسمت جدید است تاریخ معماری خیلی وقت بود که ویدیوی مربوط به تاریخ معماری ضبط نکرده بودیم البته قبلا حدود 50 50 خورده اپیزود خود من ساخته بودم بین این 50 خورده اپیزود یه سری گپ ایجاد شده بود که یکی از اون گپ ها همین کنگره جهانی معماران مدرن یا سیام هستش که توی این اپیزود میخوام در موردش صحبت بکنم اول از همه بگم که اصلا سیام چی هست کنگره جهانی معماران مدرن توی فرانسوی شامل چهار تا کلمه است که اول هر کدوم از این کلمه ها سیام رو میسازه حالا چون تلفظ این واژه ها تو فرانسوی برای من سخته من اینجا براتون می اما سیام اینجوریه که در واقع شکل میگیره خود کلمش این کنگره تو سال 1928 برای اولین بار تشکیل میشه برای بحث و تبیین اصول جنبش مدرن تو حوزه هایی مثل معماری، شهرسازی، محوطه سازی، طراحی صنعتی و بقیه مواردی که به معماری هم مرتبط میشن در واقع معمارایی که تفکر مدرن داشتن میخواستند یک سازمانی داشته باشن که از عقایدشون، تفکراتشون، نظرات و اهدافشون هم حمایت بکنه و هم حفاظت حفاظت در برابر چی؟ در برابر مخالفانی که داشتن اگه با تاریخ معماری آشنا باشین میدونین که سبک معماری مدرن و در واقع سبک بین الملل معماری مدرن تنها سبک فراگیر و جهانی معماریه که در واقع به صورت بین المللی کل جهان رو دربر میگیره اما در زمانی که این سازمان شروع به فعالیت میکنه این اتفاق هنوز برای معماری مدرن نیفتاده هنوز کلی مخالف داره هنوز سبکای دیگه ای هستن که کار بکنن هنوز به صورت بین المللی و جهانی معماری مدرن هم نظراتش مقبولیت نداره نه اینکه اصلا کارها توی این قالب قرار میگن کارهای معماری توی این قالب قرار میگیرن به خاطر همین سیام با تشکیل خودش علاوه بر حمایتی که از معماری مدرن میکنه یکی از اتفاقاتیه که کمک میکنه به فراگیر شدن و جهانی شدن معماری مدرن در واقع سیام زمانی که شکل میگیره به خاطر مباحثی که توی این کنگره اتفاق میفته رفته رفته معماری مدرن و معماری سبک بین الملل به شهرت و قدرت زیادی در سراسر جهان میرسه تقریبا تمام معمارای بزرگ اون زمان مثل لوکوربوزی، گابریل گورکان، هانس میر، والتر گروپیوس، آلبرالتو و کلی معمار دیگه توی این کنگره حضور داشتن، شرکت میکردن و نظراتشون رو ارائه میدادن تقریبا تمام معمارای مدرن اون زمان برای اینکه با عقاید و نظراتی که توی این کنگره مطرح میشد آشنا بشین خوبه قبل از اون با عقاید و نظر معمارهای دوران مدرن مخصوصا معماری سبک بین الملل آشنا بشین ما قبلا اپیزودی در مورد لوکوربوزیه و سبک معماری بین الملل ساختیم پیشنهاد میکنم اون رو ببینین اونجا کامل کامل در مورد تفکراتشون توضیح دادم اما به طور کلی اگه اینجا بخوام به صورت کاملا خلاصه خیلی خلاصه بیان بکنم معماران مدرن عملکردگرایانه رفتار میکردن از تزینات دوری میکردن ترهاشون معمولا ساده و مکعبی شکل بود و عموما زمینه رفتار نمیکردن و از زمینه فاصله میگرفتن در واقع به این باور بودن که اگه من خونه ای رو توی مثلا آمریکا بسازم اون خونه با همون ابعاد با همون ریز فضاها و فضاها با همون شکل میتونه توی آفریقا، آسیا و یا اروپا ساخته بشه و نیازهای ساکنین خودش رو برطرف بکنه بدون اینکه به فرهنگ مردم توجه کنن بدون اینکه به اقلیم یک منطقه توجه بکنن بدون اینکه به سایت پروژه آنچنان توجه بکنن به اصولی دست پیدا کردن که گفتن اگه ما این اصول رو رعایت بکنیم به طرحی میرسیم که هر جای جهان اگه ساخته بشه نیازهای مورد نیاز افرادی که توش قرار زندگی بکنن یا کار بکنن رو برطرف میکنه حالا همین سازمان سیام تأثیر بسزایی در تدوین مباحثی که در مورد معماری مدرن و گسترش جهانی معماری مدرن با همین تفکراتی که بهتون گفتم داشته و باعث شده که معماری مدرن بسیار نسبت به قبل از سیام گسترش پیدا بکنه، شهرت بیشتری پیدا بکنه، قدرت بیشتری پیدا بکنه. علاوه بر این سیام با تشکیل این کنگره ها کمک میکنه که معمارا از سر, تا سر جهان بتونن راحت تر با هم ارتباط بگیرن یا به اصطلاح با هم بهتر لینک بشن چطوری مثلا یکی از کارهای جذابی که میکنه میگه آقا از این به بعد هر نقشه ای پلانی مدرکی سکشنی هر چیزی که قراره تهیه بشه باید با یک سری اصول یکسان این اتفاق بیفته مثلا از یک سری مقیاس و ابعاد مشترک استفاده میشه از یک سری الگو و نمادهای مشترک در نقشه ها پلان سکشن هر چیزی که هست استفاده میشه این اتفاق دو تا فایده داره یکی اینکه خانش نقشه ها برای معمارا از سر تا سر جهان راحتتر اتفاق میفته و جدا از اون یک معمار میتونه راحتتر کارهای جهانی و بین المللی انجام بده فرض بکنین یه معمار آلمانی توی آلمان با اصول نقشه کشی خودش داره طراحی خودش رو میکنه یه اوستا معمارم هم مثلا توی ایران با اصول نقشه کشی خودش چفت میزنه طراحی میکنه و کار خودش انجام میده حالا با توجه به این اصول یکسانی که بین نقشه کشی سیام ارائه میده این افراد هم میتونن خانش بهتری نسبت به کار همدیگه نسبت به نقشه های همدیگه داشته باشن و همین که مثلا معمار ایرانی میتونه راحت تر توی آلمان کار بکنه و بالعکس این یکی از کارهاییه که برای اولین بار همین کنگره سیام میاد رو انجام میده همونطور که اول ویدیو گفتم اولین کنگره سیام سال 1928 انجام میشه و آخرین کنگره سال 1959 سی یک سال در واقع بازه زمانی هست که سیام وجود داره توی این سی یک سال یازده کنگره هم برگزار میشه چرا انقدر کم؟ یکی از دلیلاش اینه که تو بازه زمانی 1937 تا 1947 به خاطر جنگ جهانی دوم که اتفاق میفته سازمان سیام کلا تعطیل میشه و در واقع توی این ده سال اصلا فعالیتی نداره و حالا بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از سال 1947 مجددا سیام شروع به فعالیت میکنه هر کدوم از این کنگره ها هم یک موضوع اصلی برای خودشون داشتن که در مورد اون صحبت می شده و معمارای مدرن در مورد این موضوعات صحبت می کردن. مثلا کنگره دوم در مورد ساختن ساختمون های ارزون قیمت بوده یا مثلا کنگره سوم در مورد نحوه استفاده منطقی از زمینه در ساختمون سازی بوده یا کنگره چهارم که به نظر خیلی مهمترین کنگره سیام هستش در مورد شهر عمل کردی بوده که توش منشور آتن نوشته میشه توسط لوکوربوزیه و معمارای بزرگ مدرن اون زمان حالا جلوتر میگم که اصلا منشور آتن چی هست در مورد چی صحبت میکنه اما یه داستان جالبی داره که اصلا چرا اسمش شده منشور آتن مثل اینکه این کنگره یعنی کنگره یه چهارم توی عرشه یک کشتی برگزار شده که از مارسه فرانسه داشته میرفته آتن یونان و همه مسیر رو برمیگشته به خاطر این سفر دریایی که به آتن داشته این منشورم به اسم منشور آتن شهرت پیدا کرد قبل از اینکه منشور آتن رو توضیح بدم باز پیشنهاد میکنم که ویدیوی مربوط به معماری سبک بین و لوکوربوزیه رو ببینید اونجا بیشتر در مورد این مفاهیم صحبت میکنم اما باز اگه بخوام خلاصه مطرح بکنم منشور آتن در مورد شهرسازی مدرن و شهر عملکردی هستش که حالا جلوتر میگم که اصلا نظر معماران مدرن در مورد شهرهای مدرنی که دوست داشتن ساخته بشه و در واقع اوتوپیایی که تو ذهنشون بوده چی بوده این افراد بر این نظر بودن که اگه ما بیایم فضاهای کاری رو از فضای زندگی افراد جدا بکنیم عمل کرده زندگی این افراد به خصوص توی جنبه اقتصادی افزایش پیدا میکنه اما حالا یه مشکلی به وجود میاد ما فاصله ایجاد کردیم بین فضای زندگی و فضای کار خب حالا چیکار بکنیم که این فاصله کمتر به نظر برسه میایم خیابونا رو عریض میکنیم توی خیابونا پر میکنیم ماشین قطار مترو و این فاصله رو سریعتر طی میکنیم تا بتونیم حالا هم عملکرد رو افزایش بدیم هم این فاصله رو کمتر کنیم این طرز فکر و این روی کرد به شهرسازی دو بار هم توی جهان اتفاق میفته یه بار در چندیگر هند که توسط خود لوکوربوزیه این شهر باز میشه و یک بار هم در برازیلیا پایتخت برزیل که توسط دو تا از شاگردای لوکوربوزی این شهر دوباره طراحی میشه با همین مفهومم که ما فضاهای کاری رو از فضاهای زندگی افراد جدا بکنیم مثلا آقا تمام مجتمع مسکونی توی منطقه قرار دارن فضاهای کاری ادارات کارخونه ها در یه منطقه دیگه در ابتدا که این شهرها ساخته میشن توی تفکرات مدرن اینا آرمان شهرهای معماری مدرن بودن اما به مرور معمارا و خود مردمی که اونجا زندگی میکردن و تقریبا همه افراد متوجه اشکالات بزرگ این نوع فکر و این طرز فکر میشن به خصوص توی چندیگر هند تمام خیابونا، کوچه ها، ساختمون ها با عملکردهای مختلف توی شهر چندیگر توسط تیم طراحی لوکربوزیه و همراه خود لوکربوزیه طراحی و اجرا شدن بعد از یه مدت از اجرا و احداث این شهر مردم این شهر نسبت به فضاهایی که اطرافشون بود احساس قربت و قریبگی میکردن یعنی مثلا به جای اینکه کوچه ها و خیابونا توی خاطرشون ثبت بشه اسم این کوچه و خیابونا تو خاطرشون بمونه هیچی از اونا نمیدونستند مشکلاتی که بود یکی این بود که این کوچه و خیابونا بعضی وقتا انقدر شبیه هم طراحی شده بودن که هیچ المانی باعث تغییر مثلا کوچه ایگرگ از کوچه زد نمیشد یا از خیابون ایگرگ از خیابون زد نمیشد این تفاوت وجود نداشت جدا از این جداسازی فضاهای کاری از فضاهای زندگی افراد باعث اذیت شدن افرادی بود که توی چندیگر زندگی میکردن به خاطر همین به مرور زمان خیلی از افراد کنار همون مناطق مسکونی مغازه زدن، فروشگاه زدن و یک سری فعالیت های کاری کنار خونه هاشون به وجود آوردن چون نیاز داشتن به این در واقع کاملا یه شکست بزرگ بود برای معماری مدرن دیگه معماری مدرن با کلی فکر و ایده و نظر اومده یه شهری طراحی کرده که تک تک نیازهای افرادی که توی اون شهر زندگی میکنن رو برطرف بکنه اما کاملا برعکس شده یعنی اصلا نیازهای اون افراد رو برطرف نکرده و خود اون افراد مجبور شدن که با توجه به نیازهایی که دارن کل کالبد اون شهر مدرن رو تغییر بدن این یه شکست خیلی بزرگی برای تفکر مدرن و همینطور منشور آتن که توی سیام نوشته شد اتفاقا همین موضوع توی کنگره نهم سیام توسط گروهی از معمارای جوان که به تیم ده مشهور شدند مطرح شد و برای اولین بار گروهی از معمارا توی سیام نسبت به معمارای پیشکسوت مثل لوکوربوزیه و حالا بقیه انتقاد کردن و اعتراض کردن به کاری که کردن مخصوصا نسبت به همین منشور آتن گفتن که اتفاقی که توی جداسازی فضای زندگی و فضای کار میافته اینه که شهروند از شهرش جدا میشه و در واقع فردی که توی اون محیط زندگی میکنه حس قربت میکنه حس قریبگی بهش دست میده توی اون فضا به خاطر همین بحث و جدل زیادی بین تیم ده یعنی اون معمارای جوان و معمارای پیشکسوتی که تفکر معماری مدرن داشتن به وجود میاد. شما فرض بکنیم بس بعد از 20 سال که معماری مدرن کاملا همه جای جهان رو گرفته، یه گروه معمار میان و اعتراض شدیدی میکنن به تفکرات و بینش سبک مدرن و سبک بین‌الملل. به خاطر همین موضوع اعلام میشه که توی کنگره بعدی که میشه کنگره دهم ده این معمارای جوون توی قالب گروهی بیان اصول و بینش مد نظر خودشون رو ارائه بدن به خاطر همین هم هست که اسم گروهشون میشه تیم ده چون در واقع توی کنگره دهم ده میخواستن این ارائه رو بدن این اتفاق هم میافته اما باز بحث و جدل بین معمارای جوان و معمارای پیشکسوت ادامه داشته و همینطوری بیشتر هم میشده توی کنگره یازده که کنگره آخره سیامن بوده باز این اتفاق میفته بحث و جدل بیشتر میشه تا بعد از اون دیگه تصمیم میگیرن که سیام رو برای همیشه منسوخ کنن و کنگره 11 همه سیام تو سال 1959 به عنوان آخرین کنگره سیام شناخته میشه و بعد از اون این کنگره به کار خودش پایان میده سیام هم اتفاقات خوبی رو توی معماری رقم زده و هم اتفاقات بدی اما در مجموع نظر من در مورد سیام مثبته به خاطر اینکه باز حتی اگه کار اشتباهی هم کرده یه گام رو به جلو برداشته یه کار جدید انجام داره داده درست ضررهای زیادی هم ممکنه زده باشه ممکنه زندگی خیلی از افراد و مثلا توی چند دیگر خراب کرده باشه اما باز به حال به نظر من حرکت رو به جلوی محسوب میشه شما هم اگه نظری انتقادی پیشنهادی در مورد چه این محتوا چه در مورد سیام و در مورد بقیه محتواهامون دارین خوشحال میشم که توی کامنت بیاین بنویسین نظر شما در مورد سیام چیه شما با اتفاقاتی که این کنگره رقم زده موافقین یا مخالفین با کدوماش موافقین با کدوماش مخالفین آخر این قسمت رسیدیم خوشحال میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنین یا برای دوستاتون بفرستین برای حمایت نقدی از ما هم میتونین از طریق لینک هامی باشه که توی بخش توضیحات هست ما رو نقدن حمایت کنیم. خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار